سلام، خوش اومدید به کانال گیمیار. امیدوارم که اپیزود قبلی معرفی کلش رویل دیده باشید و ازش استفاده کرده باشید. توی اپیزود قبلی کلا معرفی کردم که کلش رویل چیه و دکو معرفی کردم، گفتم قضیه از چقدر، کلا هدف چیه، باید چیکار کنیم و یکم توضیح دادم. این اپیزود یکم دیگه میخوام راجع به کلیات صحبت کنیم. اول از همه برم سراغ کلنچس که فکر کنم خیلی توضیح ندادم توی ویدیو قبل، شاید مثلا توضیح نداده باشم. سوپر سرال چند وقت یه بار یک امکانی رو مهیا میکنه برای کسی که تو کلنن و یه چیزی تحت عنوان کلن چست آزاد میکنه و 3 روز به اعضای کلن وقت میده که بازی کنن، بازی 2-2 و 1-1 و چست یا صندوق جمع کنن و در واقع یک چست داره. این با جمع کردن تاج در واقع جایزه‌ای که تو این چست رو ارتقا بدن، اشتباه گفتم، چست جمع کنن، یه چست جایزه‌شو افزایش بدن و هر چقدر جام بیشتری از یک کلن جمع کنن جایزه این توپل‌تر میشه. مثلا ما از لول 10، از 10 تا لول ممکن لول 5یم و 1 روز و 22 ساعت وقت داریم. اگه با همین جاما به پایان برسی 660 تا سکه میگیریم، 110 تا کارت کامن یا رایج، 11 تا هم کمیاب و یه دونه هم اپیک. این از این و میتونید روی کلنتون کلیک کنید و اینجا اینفو بیاد بغلش چست و میزنید که کیا بیشترین چست رو جمع کردن. الان 69 تا تو یه روز گذشته جمع کردم و اینجا دومم و تو اون کلنم کلی جمع کردم، کلن 2 گیمیار و با اون یکی اکانتم و کلن دیروز داشتم کلش رویل بازی میکردم توی کلنهای مختلف. و بریم سراغ دک. دک ساختن کاملا سلیقه‌ایه و اینطور نیست که با این دک میشه همه رو برد، نه. خیلی هستن میبازن، خیلی بازیکنه بزرگ هستن که تورنمنت های بزرگی هم شرکت میکنن، اما مثلا بازی میکنن 3 بار 10 بار پشت سر هم، مثلا شاید ببازن 10 بار پشت سر هم ببرن. ممکنه یه جا توی یه بازی یه اشتباه کوچیک کنید ببازید، ممکنه یه اشتباه مثلا هیچ اشتباهی نکنید ببرید و کاملا سلیقه‌ای و هیچ معجونی نیست، هیچ فرمول بسیار ویژه‌ای نیست برای اینکه بخواید دک درست کنید، یه دکی که باش همه رو ببرید. بذارید این دکی که دارم یکم ویرایش کنیم و باش بریم تو بازی. اول اینکه باید سعی کنید تا جای ممکن کارتایی که استفاده میکنید و بازی باشون رو بلد باشید و لول بالایی داشته باشید. این دوتا خیلی مهمه. من اکثر لول های کامل هم که 6, 7, 7 و 6 و کارتای اپیک هم یکیش لولش 5 یکیش 3 که اینو باید عوض کنم. بخشت کارت های ریر هم 5 باید اینو عوض کنم، گفتم اپیک. اپیک این دوتاست، یه دونه ویچه یه دونه هم پرینسه که این دوتا هم پایینه، چاره ای ندارم چون این اکانت هم رو تازه ساختم و همه اپیک هم لیول 1 و 2ه. آره یکم باید بیشتر با این بازی کنم، با این اکانت هم که دقیقا اسمش گیم یاره و خوشحالم کسی رزرو نکرده بودم که خاصی هم نیست، ولی توی یه بازی دیگه گرفتن، چند تا بازی دیگه گیم یارو گرفتن، بازی استیم نمیتونم اونا رو بازی کنم با اسم گیمیار. خب منحرف نشیم از بحث. میخواستم چیکار کنم؟ آهان، گفتم که لول باید ترجم بالا باشه، لولی که انتخاب میکنید و بازی باشون رو بلد باشید و یه سری اصولی رو رعایت کنید. البته میگم شاید به تو بازی چیز دیگه بشه، مثلا همیشه یک اسپل یا معجونی داشته باشید که بتونید سپلش دمیج بزنید، یعنی مثلا اسکلت های ریز ریخ، چه میدونم سپیر گوبلین ریخ، پر موجودات ریز شد، مثلا این زپ یا این تیرا رو بزنید ریش تمشون ناپدید چن. حتما یه هم چیزی داشته باشید، میتونه این باشه، میتونه تیر باشه، میتونه زپ باشه، میتونه پویزن باشه. و همیشه یک کتک زننده اعظم داشته باشید، میگم کتک زننده اعظم که اینجا برای من پرینسه، میتونه جاینت باشه، میتونه هوگ باشه، میتونه والکری باشه که کاربرد دیگه ای داره بیشتر تا اینکه کتک زننده باشه. و میتونید توی دکی که انتخاب میکنید بیلدینگ داشته باشید که الان من گوبلین هات دارم، میخوام عوضش کنم و به جاش تومستون بذارم. کجاست تومستون بذارم جاش که 2 تا الیکسیر کمتر میگیره و بیلدینگاتون رو میتونید پشت برجا بذارید برای اینکه از اتک استفاده کنید، از اتکشون استفاده کنید. و در شرایط دفاعی معمولا میذارم بین دوتا تاور پرینسس و جلوی تاور کینگ که تو بازی بهش اشاره میکنیم. و مثلا این تومستونه برای دفاع خیلی خوبه، مخصوصا اگه طرف سپلش دمیج نداشته باشه.
و این فایر اسپریت هم که اسپلش دمیج میزنن کلا ول میکنید، ویژن میپرن، زارت میپرن رو سر کله اونا، دهنشون سرویس میکنن. این دکی که من ساختم یکم یکی از بدیاش اینه که در مقابل اسپلش دمیج شاید ضعیف باشه، مثلا اگه دراگون یا ویچ داشته باشه طرف، که معمولا هم الان با توجه به جام و لول هم همه لولاشون از من بیشتر حریفام دارن و این میتونه یکم بد باشه، ولی چاره نیستی. الان فعلا بهترین دکی که برای خودم میتونم انتخاب کنم همینه و بارش راحتم. شاید یک دک دیگه هم بهش اشاره کنم. بذارید با همین بریم این سه دستی بازی کنیم، ببینیم اولین گیم پلی که قشنگ گیم پلی بازیه چی از آب در میاد. تاله گیم پلی کلش نگرفته بودم و امیدوارم بتونم خوب توضیح بدم و وسطش گند نزنم و یو هنگ نکنم. خب لول 6 با لول 7 الکی چیزی هم بزنم. یک چیزی که خیلی رایجه، بذار اینو دفاعی بچینم مثلا، چون لولش هم من بیشتره شاید سگ باشه بگیره بزنه. اینه که سب کنید اول حریفتون شروع کنه. الان داره ضرر میکنه چون من بازی هوشمندانه ای بنظرم نکرد، چون 6 تا الکسیرش رو به هدر داد تا فقط این تومستون لول 3 منو، الکسیر 3 منو نابود کنه. الان پرینس رو زدم و زپ هم آماده است که اگه این چیزی زد، آهان همونطور که میبینید بگیرم درنش سرویس کنم، ولی ناکس مینیون هم داشت. من الان ویچم رو ول دادم چون سپلش دمیج داره میزنه، دهن این رو صاف میکنه. بعد تومستون رو دوباره میذارم، هی ریز ریز اسکلت ها توش در بیاد. آهان متاسفانه دراگون داره و این دراگونش ممکنه دهن من رو سرویس کنه. من ویچم رو از دست دادم، در عوض میذارم دراگونش بیاد تو. میبینید حواس این دراگون رو پرت میکنه، گوبلین ها رو میندازم جلو، گرچه نه اصلا خوب بازی نکردم، گوبلین ها رو نباید مینداختم، زپ هم آنچنان خوب ننداختم. خب این تومستانه میبینید توی دفاع من خیلی نقش مثبتی داشت، اگه این نبود من الان تا حالا 6-7 بار راحت مرده بودم. میتونید سب کنید که اون اول بندازه که نیروه اون که اومدن جلو، فکرم دستم بردم جلو وبکم، در واقع توی زمین خودتون دفاع کنید. این خیلی مهمه که تو زمین خودتون دفاع کنید. و الان بذارید این فایر اسپریت ها رو ول بدم و این تومستون رو بذارم اینجا که حواس اینو پرت کنم. میبینید که واقعا نقش خیلی بسزایی داره توی دفاع کردن این تومستون. الان اگه من پرینس هم رو ول بدم میزنه متاسفانه، پس فقط این سپر گوبلین ها رو میزنم که شاید یکم کمک کنن به این دوست عزیزمون. خب حالا اینو ول میدم. آهان من نمیتونم گزارش کنم چیکار میکنم چون واقعا مخوتون هنگ میکنه وقتی دارید گیم پلی میگیرید. این دوتا رو میندازم این ور که سری این دوتا رو بزنن. الان میخوام دولاینه اتک کنم که یکم امیدوارم گیجش کنم. الان دو طرف دارم اتک میزنم، پرینس هم میندازم این ور. نه پرینس هم نزنید، این زپ هم آنچنان فایده ای نداشت. الان فکرم بازی بره وقت اضافه، باید حواسم هم به این باشه که طرف راکت داره یا این اون ممکنه سکشه بزنه با راکت. واقعا اینا نعمتی این تومستون توی دفاع، اگه این نبود من بارها مرده بودم. فکر کنم بازی به مساوی کشیده بشه. تومستون رو دوباره میزنم اینجا برای دفاع که اینا بیان تومستون رو بزنن. فایر اسپریت رو ول میدم جلو. نه فکر کنم باختم، اصلا حواسم به این ور نبود، باختم، اصلا حواسم این ور نبود، اشتباه کردم. آره اشکال نداره، میتونم بندازم گردن این که لولش از من بالاتر بود. خب بزنید ریواردم رو جمع کنم ببینم چی داد. 30 تا کارت تسلا داد، ایول. بریم یه بتل دیگه بزنیم دیگه، امیدوارم یه لول 6 چیزی بخورم که زیاد که لول 8 خورد بهم. چرا آخه نامردا.
بعد قبل اینکه گیم پلی میگرفتم اینکه میباختم که قشنگ با هم لول های خودم بازی کنم. شت گولم داره طرف، گولم داره و حواسش هم پرت نمیشه. بذارید زپو بندازم. آهان تومستون هم میذارم اینجا که هی اسکلت بیاد بیرون دهن اینو سرویس کنه. خب فکر کنم به نسبت خوب دهنشو سرویس کردم. اسکلتشو که زده، مینیوناش هم زده، امیدوارم که مشکلی برای پرینس هم به وجود نیاد. بمیر. ایول این رفت جلو. خب من این دوتو رو ول میکنم به امان خدا، دیگه چیزی نمیفرستم پشتشون. یه تورشو زدم و یه اتک دیگه از اول کلن ترتیب میبینم. یه دونه ویچ از این تحت ول دادم، یه دونه ماسکتیر جلوتر چون کنده. فکر کنم طرف ویل کرد، منصرف شد کلن، یه جوری زدمش که کلن طرف میدونست که قراره ببازه دیگه. نه ویل نکرده، پکا زد. به نظرم من بازی معقولانه انجام نداد، این همه سب کرد تا پکا بزنه، در صورتی که منم این همه اسکلت داشتم اون جلو. خب امیدوارم ویچ هم اینو بزنه. نه نه نشد. بعد یه حمله دیگه از اول ترتیب ببینم، دوباره ویچمو میندازم این پشت. و واقعا نعمتیه این تومستونه. اینم فایر اسپیریت هم میندازم، گرچه بمبی که میزنه دهنم اونو سرویس میکنه، اشکال نداره. دوباره یه تومستون میذارم این جلو برای دفاع، امیدوارم بتونم بزنمش. سه هیچ. ویچ ول داد، زپ جون من، بزن بزن بزن، ماشاءالله 200 خورده ای دمیج. بازی معقولانه ای نکرد به نظر من، چون من این تومستانم رو گذاشتم این جلو برای دفاع. آهان ایول این از این لول 8 رو زدم. ایول گرچه نمیدونم، شاید یا طرف خیلی بد بازی کرد یا من خیلی خوب بازی کردم، شاید هم من خوب بازی کردم همون بد بازی کرد. میدید الان این بازی رو انجام دادم، یه گلدن چست گرفتم 14 تا سکه و 3 تا هم تاج. این تاج یعنی این مستقیم میره تو کلن چست. خب به این بازی سوم، به این میتونم 2 تا برد از 3 تا بازی به دست بیارم یا نه. چطور 2-2 بزنیم؟ بذارید 2-2 بزنیم. اگه کسی تو کلن آنلاین باشه و تو گیم پلی منم بیفته که نمیشه چون کسی آنلاین نیست، میتونید کویک مچ رو بزنید با یکی توی جایی از دنیا، دوباره با 2 نفر دیگه تو 2 جای دیگه از دنیا بازی کنید. من توی 2-2 هم لول هم کمتر نمیدونم برای چی. لول اونا 7ه. 2-2 همینطور که میبینید 2 تا کینگ تاور دارین و کلان خر تو خر الان. خب الان راست، آها الان جفت اسکلاتاشون رو زدن، منم برابر این پرینس هم انداختم سمت راست و این دوتا فایرها رو میدادم پشتش که اگه چیزی زدن ای ناکس. خوب جمعش کرد، خوش آمد. حالا دراگون انداخت سمت راست، من ماسکتیر هم انداختم، بالون هم انداخت. خب چطور یکم دفاعی من بازی کنم؟ خوبه بالونش خیلی دهن طرف الان سرویس میکنه. الان چند وقتی فقط باید به نظاره بنشینیم ببینیم چی میشه. واقعا تومستون برای دفاع عالیه، اگه بازیتون اصلا خوب نیست پیشنهاد میکنم یه تومستون وردارید، هر چی شد بندازید جلو این کینگتون. خب حالا یک روش نابی، نمیدونم برای چی طرف اسکلتشو ننداخت. 2-2 تا حالا گزارش نکرده بودم، کلا 1-1 هم تازه گزارش کردم، چه برسه به 2-2. الان برج سمت راستش خیلی ضعیفه و الان ببینید چی انداخته. یک والکری یه دونم برج راستش رو که زدیم، من پرینس هم انداختم سمت چپ به خاطر اینکه این دوتا رو بزنه، ولی یه پرینس هیچ وقت نمیتونه. چرا تونست حال کردم. پرینس هم 3 تاشون رو زد، یه دونه هوگ زد، یه دونه والکری زد، یه دونه
یه چیز زد. خب الان من الکسیرم پر شده، چرا داشتم در دیوار نگم کردم، میگم تجربه جدیدی کلا، اصلا بعضی موقع هنگ میکنم گفت میکنم اوضاع چقدره. با همین وضعیت میریم وقت اضافه. یه نکته جالبی که بهتون بگم اینه که دو به دو همینطوری فله‌ای هم بازی کنید با یه کسی یه جای دیگه دنیا، اینم دوباره به کلنچستون اضافه میکنه. خب یه تونستون دوباره میذارم این ور، ولی خب اگه اعضای کلنتون رو بشناسید و باشون بازی کنید کلن یه حال دیگه ای داره. بکنم بازی مساویشه، پرینس هم رو میندازم، زپ هم آماده، بعید میدونم، برو 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 ایناکس، رفتیم سادن دف، گل طلایی، دوباره یه دفاع. الان ما لحاظ دمیجی به اونا برتری داریم، البته شاید نبا این هوگی که زد. شت، ما الان سمت راست رو کاملا ول کردیم و از همینجا هم خواهیم باخت، اشکال نداره. دو به دوی کم خرطوخر میشه، چون نمیدونم کار کدوممونو گزارش کنم، کار خودم و کار دوستم و کسی که دارم باش بازی میکنم، کار اونا رو. بذارید اینو یک به یکی دیگه بزنیم با همین دکی که ساختم. لول 6 لول 7 کازمین از کلن رومانیا. من همیشه وقتی تومستون باشه و چیزای دیگه ترجیح میدم تومستون رو شروع کنم، مگر اینکه طرف خیلی بخواد سریع شروع کنه بزنه. او شت، اینفرنو تاور لول 4، من روز اینفرنو تاور رو باز نکردم. بعضی موقع اصلا محو بازی میشم یادم میره الکسیرم پر شده. بذارین اسکلتا رو بندازم جلو، سریع از شهرشون راحت شم که این ویچم رو بتونم بندازم. یه دونه زپ، خب حالا وقتش که پرینسم رو بندازم، اونم والکریش رو انداخته، خوب جای والکریش رو گیر انداختم. یه تومستون دیگه، خب اینفرنو تاورش که تموم شد، الان فکر کنم بتونه ویچم هم اونجای دمیج توپول بهش بزنه. ایول، خب من الان ویچم داره اون جلوی چند تا دمیج میزنه، ولش میکنم به امون خدا. یه حمله دیگر رو از اول ترتیب میبینم با این دوستان گرامی، ویچم رو میندادم کنارش. گرچه شاید کار خوبی نکردم چون این دوتا الان سر پولن، اگه یک سپلش دمیج خفنداش میگرف راحت میزد منو. خب پرینسش رو ول کردیم، ور یه دفاع باید تدارک ببینم. ببینید الان تومستون ندارم، دفاع میکنم سختره. خب یه تاورش رو زدم، تو باشی یه این وری بازی نکنی. شت، دمیج زدم. خب ببینم چی میشه، الان فکر کنم به صرفه باشه برام که به کینگ تاورش حمله کنم. میتونم هم دفاعی بازی کنم، اینم یک گزینه است. ویش برای دفاعی بازی کردن خیلی خوبه، چون علاوه بر این که خودش اونجا اسپلش دمیج میزنه، اسکلت هم میزنه و حریفتون رو کند میکنه. از اونجا که لولش بالاتره من ترجیح میدم دفاعی بازی کنم میکنم. شایدم نه، پرینس هم بندازم سمت چپ، این هم بندازم پشتش که یک اسپلش دمیج بزنه. چرا سرعت بالاه، قاطی کردم اصلا نمیتونم دقیقا گزارش کنم براتون. الان دو تا ماسکتیر دارم، این خیلی خوبه. شت، پرینس انداخت. یه 30 ثانیه دفاع کنم تمومه. یک تومستون دیگه هم میندازم این ور، این تومستون اصلا معجزه است برای دفاع واقعا. این پرینس هم میندازم سمت راست، قشنگ بگیر اینو کتک بزنه، گم شو. این گریویاردی هم که زد تأثیری نداره و من این بازی رو میبرم با خیال راحت. خوب بود، به خودم حال داد، به عنوان اولین گیمپلیی که ضبط کردم تونستم دو تا از 3 تا مسابقه رو ببرم. بد نبود. خب امیدوارم از این بازی هم لذت برده باشید. دک من این بود، میتونید استفاده کنید میتونید استفاده نکنید.
بستگی به خودتون داره، گفتم مثل سلیقه‌ایه، ولی ترکیبی که خیلی خوب برای من جواب داده، علیرغم اینکه لول اپیکام یکیش یکی یکی دو هنوز، ولی توی لول‌های پایین من خودم این دکو خیلی دوست دارم و فکر کنم اپیزود بعدی خوب باشه اینه دک چیز نشونتون بدم، دک هوگ. آره و یه نکته دیگه، مگاجم داتای آر که اون زیر زدم، میتونید برای خرید جم برید به مگاجم داتای آر و آیدی تلگرام پشتیبانم هست، خودم نیستم، میتونید پیام بدید بهش و آموزش ها رو ببینید و جم رو به قیمت خیلی ارزونی خرید کنید از مگاجم داتای آر. و همین دیگه، حرف دیگه ندارم، تا اپیزود بعدی کلش رویال، خداحافظ همگی.